گرامر درس دو مبحثش هست صفات. صفت کلن میدونیم که صفت کلمه ایه که وارد جمله میشه تا یکی از ویژگی های اسم رو بهش اضافه کنه، یکی از ویژگی های اسم رو مشخص کنه. همنشین اسم های مختلف میشه تا یکی از ویژگی های اون اسم ها رو شکار کنه. برمکنی این تعریف صفت. و حالا کاربرد ها و شکل های مختلفی از محل کاربردش گرفته تا انواع کاربرد صفت توی جملات به وجود میاد که گرامر درس دو کاملا اختصاص داره به این قضیه و تقریبا همه مواردی که پیرامون صفت هست رو ما توی این درس بررسی میکنیم و میبینیم. گرامر درس دو پس کلا به صفت، مقایسه صفت، کاربرد صفت، محل کار صفت و همه یه چیزایی که پیرامون صفت هست خواهیم پرداخت. دقت کنید. Adjectives. Adjective به معنی صفت و میبینیم که توی پرانتز گفتیم comparative and superlative adjectives. صفت‌های برتر و برترین یا تفضیلی و عالی. به فارسی میگیمش برتر و برترین که در حالت‌های مقایسه‌ای که راجع به صفت به وجود میاد. اول میپردازیم به خود صفت و تعاریف صفت و مباحثی که بعد قبل از اینکه به مقایسه برسیم راجعش بدونیم. صفت. صفت کلمه ای است که کنار اسم قرار میگیرد تا یکی از ویژگی های اسم را بیان کند. این تعریف صفته. کنار اسم قرار میگیره، میاد توی جمله به طور کلی تا یکی از ویژگی های یک اسم را بیان کنه. یکی از ویژگی های یک اسم. در زبان انگلیسی صفات یا قبل از اسم قرار میگیرن یا قبل از اسم قرار میگیرن و یا بعد از افعال لینکینگ، بعد از افعال ربطی. لینکینگ به فارسی میشه ربطی، لینکینگ وربز بهشون میگن که یه دسته خیلی مهمشون افعال توبی هن که توی این کتاب به افعال توبی میپردازیم. خب چند تا مثال ببینیم از همنشینی صفت و اسم. دقت کنید مثال ها. اولی white cells گلوبول های یا سلول های سفید. صفت سفید قبل از اسم سل قرار گرفته. ترکیب بعدی clear liquid. liquid به معنی مایع و clear که صفت هستش به معنی زلال و شفاف و روشن، میبینیم که توی همنشینی قبل از اسم قرار گرفته. کلمه بعدی interesting facts. fact به معنی واقعیت، facts میشه واقعیات و interesting صفتشه که قبلش قرار گرفته شده. interesting facts یعنی واقعیت های جالب. interesting معنی جالب. حالا در قالب جمله ببینیم کاربرد ترکیب صفت و اسم توی جمله. جمله اول دقت کنید. They are going to buy a new house. اونها قصد دارن. be going to که توی درس قبل دیدیم و بررسیش کردیم که به معنی قصد داشتنه زمان آینده. They are going to، آنها قصد دارن buy a new house، بخرند یک خونه جدید رو. ترکیب new house صفت و اسمه که میبینیم صفت قبل از اسم قرار گرفته. و بعدی she won't leave this beautiful village. او ترک نخواهد کرد این beautiful village، ترکیب اسم و صفت که beautiful که صفت هستش قبل از اسم village قرار گرفته. خب حالا مقایسه صفت. گفتیم صفت ها گاهی اوقات با هم دیگه مقایسه میشن. این یعنی چی؟ یعنی چی مقایسه صفت به چه شکلی؟ ما در واقع حالت های مختلفی رو از مقایسه صفت میبینیم. بعضی وقتا دو تا یا چند تا اسم رو از نظر اینکه حالا یه صفتی رو به چه اندازه دارن با هم دیگه مقایسه میکنیم. دو تا اسم داریم که هر دو تاشون یه صفتن، مثل دو تا گل که هر دو تا زیبا هستن، مثل دوتا درخت که هر دوتا بلند هستن. صفت بلندی یا زیبایی رو هر دوتا شی یا هر چند تا شی همشون دارن و ما میتونیم اینا رو از نظر داشتن اون صفت با همدیگه مقایسه کنیم، ببینیم که این صفت در هر کدوم از اینا به چه میزان وجود داره. این امر بهش میگیم مقایسه صفات. و برای مقایسه صفات حالتهای مختلفی پیش میاد که در این مبحث ما میخواییم بررسیش کنیم. گاهی دو یا چند اسم را از نظر داشتن یک صفت مقایسه می‌کنیم. در این مقایسه ممکن است چند حالت برای صفت به وجود بیاید. ببینیم چه حالتهایی ممکنه به وجود بیاد. اولین حالتی که ممکنه در این مقایسه به وجود بیاد این هستش. برابر. equal. یعنی هر دوتا اسمی که ما داریم، هر دوتا مثلا درختی که داریم، هر دوتاشون صفت بلندی رو به اندازه همدیگه دارن. دوتا گل داریم که می‌خوایم بگیم اینا هر دوتاشون صفت زیبایی رو به اندازه هم دارن. دو تا مثلا شیئی که هم وزن هستن، دو نفری که هم سن هستن. این صفت های برابر رو صفت برابر یا صفت ایکوال میگیم. پس حالت اول اینه که دو تا شی یا دو تا شخص رو داریم که اینا یک صفت رو مساوی به اندازه هم دیگه دارن.
حالت دوم چیه؟ برتر or comparative. در این حالت چیه؟ در این حالت یکی از اسمها صفت رو بیشتر از اون یکی داره. ما دوتا اسم داریم که هر دوتاشون یه صفتی رو دارند، ولی یکی بیشتر از دیگری. به این سه حالت میگیم چیه؟ حالت صفت برتر یا comparative. و برترین یا superlative یعنی اینکه یکی از اسمها، یک شخص یا یک شی صفت رو از همه هم نوعای خودش بیشتر داره. چند تا مثلا اسم داریم که همشون یه صفتی رو دارن، مثل چند تا درخت که همشون بلندن، ولی یکی از اینا این صفت رو، یعنی صفت بلندی رو، از همه سایرین بیشتر داره. ترین، برترین هستش در واقع. حالا ببینیم هر کدوم از این صفت رو چجوری باید توی انگلیسی ساخت، چجوری باید نشون داد که دوتا اسم یه صفت رو برابر دارن، چجوری باید بگیم که دوتا اسم یکیشون اون صفت رو از یکی بیشتر داره، و یا یک اسم صفت رو از همه بیشتر داره. حالتهای مختلف ساختن این سه تا مورد رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چجوری ساخته میشه صفتهایی که این ویژگی رو داره. اول صفت برابر. صفت برابر که گفتیم دوتا اسم صفت رو به اندازه هم دارن. در این حالت هر دو اسم صفت رو به یک اندازه دارن. ببینیم چجوری ساخته میشه. فرمول ساختش اینه: از به علاوه صفت به علاوه از، یعنی صفت رو بین دوتا از قرار میدیم. به این شکل نشون میدیم که اون دوتا اسمی که داریم صحبتشون رو میکنیم، هر دوتاشون اون صفت رو به یک اندازه equal دارن. مثالا دقت کنید: علی is as tall as رضا. علی و رضا از نظر صفت تال دارن با هم چی؟ مقایسه میشن، و با این سیستم داریم نشون میدیم که این دو نفر اون صفت رو به یک اندازه دارند. علی is as tall as رضا، یعنی علی به بلندی یا همقد رضا هست. جمله بعد: Our story is as interesting as yours. داستان ما هست به جالبی as interesting as yours، به جالبی داستان شما. در حالت برابر میبینیم که صفت ها فرقی ندارن، یعنی چه صفت کوتاه باشه، چند بخشی باشه، و چه مثل صفت interesting طولانی باشه، چند بخشی باشه، هر دوتا صفت در این حالت چه اتفاقی برشون میفته؟ هر دوتا صفت بین از قرار میگن. صفات تک بخشی و صفات چند بخشی یه قاعده دارند برای نشون دادن صفتی چی؟ برابر. اما در قسمت‌های بعدی که می‌خوایم به صفت برتر و صفت برترین برسیم، یکم فرق می‌کنن. دقت کنید. صفت برتر. اولا بگیم که صفت برتر این بود که گفتیم یکی از اسم‌ها صفت رو از اون یکی اسم بیشتر داره. دو تا مثلا درخت که یکیشون از اون یکی بلندتره، دو تا گل که یکیشون از اون یکی زیباتره، صفت رو از اون یکی بیشتر داره. این تعریفش بود. ببینید، در این حالت یک اسم صفت را بیش از دیگری دارد. خب ببینیم چجوری باید حالا ساخت صفت کامپریتیو یا برتر رو. چجوری اینجا صفت ها دو قسمت میشن: یکی صفات تک بخشی هستش که یه قاعده داره، و یکی هم صفاتی که بیش از یک بخش دارن، یعنی دو یا چند بخشی هستن که اون قاعده خاص دیگری داره. اول دقت کنید صفات تک بخشی. خب چجوری نشون بدیم که یک صفت تک بخشی بین دوتا موصوف به صورتی که یکی از اون یکی بیشتر داره اون صفت رو؟ چجوری باید اینو نشون داد؟ دقت کنید، فرمول نشون دادنش اینه: صفت به علاوه ER به علاوه دن، یعنی صفت رو میاریم یه ترکیب ER به خود صفت اضافه میکنیم، بعدش یه اسم، یه کلمه دن خواهیم داشت که نشان دهنده برتر بودن از نسبت به هستش توی انگلیسی. و بعد بپردازیم به صفات چی؟ چند بخشی. ببینیم صفات چند بخشی چطوری برتر میشن. صفات چند بخشی برای برتر شدنشون از این قاعده پیروی میکنن. ببینید، more به علاوه صفت به علاوه than، یعنی اینجا دیگه چیزی به صفت اضافه نمیشه، یه کلمه more قبل از صفت قرار میگیره. more به علاوه صفت به علاوه than. مثالاشو ببینیم. examples: Nile is longer than Karun. خب این مثال مال کدومه؟ long صفت تک بخشی یا چند بخشی، long مثل بخش کردن فارسی، صفت اینجا چیه؟ اینجا تک بخشی است، به خاطر همین چی گرفته؟ ER، یعنی از این قاعده پیروی کرده. Nile is longer than Karun. دو تا اسم نایل و کارون با هم دیگه مقایسه شدن از نظر داشتن صفت لانگ، و اینجا داریم میبینیم که نایل اون صفت رو بیشتر داره. پس به این شکل نشون میدیم: نایل is longer than Karun. این میشه صفت برتر لانگ. حالا ببینیم اگر صفت چند بخشی باشه چه اتفاقی براش میفته.
صفت چند بخشی رو ما چجوری میتونیم توی جمله به کار ببریم. ببینید lions are more powerful than tigers، شیرها هستند قوی تر از tigers، ببرها. یعنی میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم که صفت powerful چون چند بخشی بوده از این قاعده پیروی کرده، more قبلش نشسته، more powerful و بعدش دن، به این صورت مقایسه شده، به این صورت برتر شده، صفت برتر صفت چند بخشی این شکلی ساخته شده.